بعد از ماها شایعات و سالها انتظار طرفداران جی تی ای، شرکت راکستار بالاخره به صورت رسمی ساخت ریمستر سگانه این مجموعه رو تایید کرد. ریمستر سه عنوان جی تی ای 3، جی تی ای وایس سیتی و جی تی ای سان آندریاس با نام گرند تفت اوتو د تریلوژی د دفینیتیو ادیشن معرفی شد و قرار اواخر سال جاری میلادی، یعنی تنها چند هفته دیگه روانه بازار بشه. به گفته راکستار این بازی اواخر سال 2021 برای PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series X و S، نینتندو سویچ و PC منتشر میشه که نسخه PC از طریق لانچر راکستار در اختیار مخاطبان قرار میگیره. همچنین نسخه های iOS و اندروید این سگانه ریمستر اوایل سال 2022 منتشر میشن. حدوداً چندین ماه از انتشار نخستین خبر مبنی بر عرضه سگانه GTA میگذره و تا قبل از عصر جمعه 16 مهر، یعنی زمان انتشار نخستین تیزر GTA The Trilogy، اطلاعات مهمی از این پکیج فاش شده بود. از مشخصات ظاهری گرفته تا حتی استفاده از پسوند دفینیتیو ادیشن و فاش شدن ظاهر تروفی های این عنوان. به بیان ساده تر، حجم اطلاعات فاش شده اونقدر زیاد بود که راکستار مجبور شد سریعاً با تیزری کوتاه بازی رو معرفی کنه. البته که با توجه به موکول شدن عرضه نسخه نسل نهمی GTA 5 به سال 2022 و عدم رضایت طرفداران از تریلر رونمایی این عنوان، سوالی که پیش میاد اینه که چرا راکستار زودتر GTA تریلوژی رو معرفی نکرد؟ در هر صورت راکستار حتی در زمان رونمایی هم اطلاعات چندانی درباره این عنوان منتشر نکرد و تنها اعلام کرد که این سگانه با بهبود گرافیکی و گیم پلی همراهه. هرچند هنوز هم فضای اونها یادآور نسخه های کلاسیکه که این دقیقاً همون اطلاعاتیه که از چند ماه پیش و زمان فاش شدن نخستین اطلاعات درباره جی تی ای تریلوژی میدونستیم. راکستار قول داده طی هفته های آینده نخستین عکس ها، ویدیوها و اطلاعات رو از این بازی منتشر کنه و انتظار میره در روز 22 اکتبر یا همون 30 مهر ماه که مصادف با 20 سالگی جی تی ای 3 اولین موج از اطلاعات رسمی این بازی منتشر بشه. اما تا اون موقع بهتره سراغ اطلاعاتی بریم که از این پکیج فاش شده و ببینیم باید انتظار چه چیزی رو از راکستار داشته باشیم. اولین زمزمه‌ها مبنی بر عرضه نسخه ریمستر سگانه جی تی ای اوایل سال جاری میلادی شنیده شد، وقتی تیک تو مالک راکستار تعدادی از مادهای جی تی ای 5 که مپ‌های نسخه‌های قدیمی رو در این عنوان بازسازی کرده بودند رو حذف کرد. تیک تو در ادامه پروژه مهندسی معکوس جی تی ای 3 و جی تی ای وایس سیتی رو هم حذف کرد، پروژه‌ای که امکان میداد برنامه‌نویسان این دو عنوان کلاسیک رو به صورت غیر رسمی برای کنسول‌های دیگه‌ای همچون نینتندو سویچ و حتی پلی‌استیشن ویتا پورت کنند. تمرکز تیک تو روی نسخه‌های کلاسیک جی تی ای باعث شد تا اولین موج از شایعات جدی مبنی بر عرضه نسخه ریمستر شده این عناوین به گوش برسه. در ادامه تعدادی از لیکرهای مشهور جی تی ای آنلاین از ساخت و عرضه زودهنگام سگانه کلاسیک جی تی ای خبر دادند و حتی گفتند که دلیل اینکه راکستار DLC های رد دد آنلاین رو دیر به دیر منتشر میکنه، تمرکز بخش مهمی از تیم سازنده روی این ریمستر. این شایعات به اشکال مختلف ادامه داشتند تا اینکه کوتاکو با تایید اونها و دادن اطلاعات جدید اکثر مخاطبان این مجموعه رو مطمئن کرد که راکستار واقعا مشغول توسعه ریمستر سگانه جی تی ای. بر اساس شایعات، گزارش کوتاکو و حالا معرفی رسمی بازی، ویژگی‌های زیادی از این سگانه مشخص شده تا مخاطبان دقیقاً متوجه بشن که با چه عنوانی سر و کار داره. ما می‌دونیم که کار ساخت این بازی حداقل یک ساله که شروع شده، یعنی دقیقاً از اون موقعی که راکستار رافیان گیمز رو خریداری کرد، استودیویی که در اسکاتلند و در شهر داندی فعالیت می‌کنه، یعنی دقیقاً همون شهری که راکستار نورث، خالق مجموعه جی تی ای، پیش از اینکه به شهر ادینبورگ منتقل بشه، در اونجا فعال بود. نکته جالب در مورد رافیان گیمز که حالا با نام راکستار داندی شناخته میشه اینه که بسیاری از اعضای این استودیو بیشتر در همون راکستار نورث مشغول بودن و سابقه کار روی جی تی ای 3، جی تی ای وایس سیتی و جی تی ای سان آندریاس و منهانت رو در کارنامه دارن. علاوه بر این، راکستار داندی در اکثر زمان فعالیت خودش بجز کرکداون 2 روی پورت بازی‌های مختلفی کار کرده. به گفته کوتاکو، مسئولیت ریمستر نسخه‌های کلاسیک جی تی ای هم بر عهده این استودیوئه، استودیویی که به لطف دو ویژگی که ذکر کردیم کاندیدای کاملا مناسبی برای این کار. علاوه بر این، می‌دونیم که سیستم راکستار به این شکله که استودیوهای اون در ساخت هر عنوانی به هم کمک می‌کنن و با این حساب شعبه داندی برای توسعه جی تی ای تریلوژی از کمک دیگر استودیوهای راکستار هم برخوردار بوده. نکته مهم دیگه در مورد این ریمستر استفاده از آنریل انجین 4. نسخه‌های اصلی این سه قسمت با موتور
گرافیکی رندر ور ساخته شده بودن و به نظر میرسه راکستار به این نتیجه رسیده برای پورت و ریمستر این عناوین بهتره به جای موتور ریج که طی 14 سال گذشته در تمامی عناوین راکستار از اون استفاده شده به سراغ موتور شرکت اپیک بره. موضوعی که البته عجیب هم نیست، چرا که راکستار ترجیح داده به جای اینکه عناوین کلاسیک رو در موتور گرافیکی خودش بازسازی کنه با استفاده از آنریل انجین تا حد امکان ریمستری بسازه که کاملا شبیه به ظاهر نسخه های کلاسیک باشه، موضوعی که خود این شرکت هم اون رو تایید کرده. راکستار گفته جی تی ای تریلوژی دارای بهبود گرافیکی و گیم پلیه. با توجه به استفاده از آنریل انجین انتظار داریم این بهبود تنها به افزایش رزولوشن خلاصه نشه و شاهد استفاده از بافت های بهتر و همچنین تکنولوژی های مدرن گرافیکی باشیم. علاوه بر این رابط کاربری بازی هم تا حدودی تغییر کرده. در مورد گیم پلی هم احتمالاً مهمترین بهبود بازی مربوط به سیستم تیراندازی در نسخه های سوم و وایس سیتی باشه که کار کردن با اونها در زمان حاضر بسیار سخته و باید منتظر سیستم تیراندازی مشابه جی تی ای های جدیدتر باشه. از طرفی ممکنه که کلاد و تامی شخصیت های اصلی این دو بازی هم امکان شنا کردن داشته باشن، ویژگی هایی که سال هاست طرفداران راکستار درخواست اضافه کردن اون رو به کمپانی محبوبشون دادن. شاید بزرگترین نگرانی طرفداران اینه که جی تی ای تریلوژی علاوه بر کنسول ها برای موبایل هم عرضه میشه و به همین دلیل ممکنه ریمستر این بازی داره کمترین تغییر ممکن باشه. از طرفی راکستار هم اعلام کرده که کاربران امکان دانلود جی تی ای 3 و جی تی ای وایس سیتی و جی تی ای سان آندریاس رو از هفته آینده ندارن و در حقیقت نسخه دفینیتیو ادیشن جایگزین اونها میشه. راکستار البته نگفته تکلیف اونهایی که این نسخه رو خریدن چیه و آیا امکان بروزرسانی رایگان به دفینیتیو ادیشن رو خواهند داشت یا باید بار دیگه برای این پکیج پول بدن. راکستار هنوز چیزی هم در مورد قیمت این سگانه و آیا امکان اینکه بشه اونها رو به صورت جداگانه خرید یا خیر اعلام نکرده. این شرکت حتی زمان عرضه دقیق دفینیتیو ادیشن رو مشخص نکرده. هرچند به گفته تام هندرسون نویسنده و منبع معتبر صنعت بازی این پکیج در روز 11 نوامبر امسال یعنی 20 آبان ماه در اختیار کاربران کنسول و پی سی قرار میگیره. نظر شما در رابطه با جی تی ای تریلوژی چیه؟ چه انتظاری از این ریمستر دارید؟ نظرات خودتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها در حوزه سرگرمی حتما کانال یوتیوب بازی سنتر رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.